با سلام درود مجدد خدمت هموطنان و قسمت ادامه هم است قسمت دومش هست میگو به هر سبکی بود ما دانشگاه ها رو اومدیم کاری کردیم که اینها اسیر ما باشن و دانشگاه رو چنان با حراست بستیم که دانشجو این موند دست ما بود حرفم میزد اخراجش میکردیم لباس بعد میپوشید اخراجش میکردیم چون جایگزین زیاد بود دانشگاه آزاد که اومد دیگه خب نمیتونید این جمع جوان بخوان جمع بشن با هاشمی رو همفکری کرد گفتن دانشگاه آزاد میتونید پول بدن که اینا جونشون در بیاد پول بدن و بدن اونجا سرشون رو گرم بشه دانشگاه آزاد درست کردیم بعد پیامور درست کردیم دانشگاه دیگه درست کردیم کاربرد درست کردیم و همینجوری که سرشون گرم باشه اما کار خبری نبود چون ما میدونستیم که ما کاری که تو کشور کردیم بودیم با تولید بخوابه البته ما میگه خودمون نمیدونستیم که این تولید بخوابه این اصلا جزء طرح کارتر بوده به ایران گفتن ما اینا نمیفهمیدیم اما با ما میگفتن و ما هم همین کار میکردیم و هر کاری با میکرد ما چون طلبگی زندگی کرده بودیم تمام روحانیت طلبگی زندگی کرده بودن و چند تا طلبه توی حجره زندگی میکرد توی حجره میخوابیدن و اینها با حداقل معیشت زندگی میکردن برای ما تمام این دوران بهشت بود یعنی بهشت زندگی میکردیم برای ما کم بودی نبود و خوب میگرفتیم درآمد خوب داشتیم زن میگرفتیم شیطنت میکردیم همه کار میکردیم و مردم نمیدونستن دوران جنگی هم که مرتب مردم میدوشیدیم بعد آمدن شرکت هرمی اومدن و شرکت هرمی رو اولش مخالفت شد چند تا از آیت الله بعد گفتیم آقا چه کار دارین شما ما درصد گرفتیم و اومدیم با اینا هماهنگ کردیم و من یک گریز برای دوستان جواب بزنم که البته از حرفایش نظرم خودم هست چند نفر تو ایران راه افتادن ببینید شرکت هرمی دوستان کارشون این بود و هست که چند نفر رو میذارن اصلا نمیگن ما هرمی هستیم تبلیغات میکنند رویا پردازی میکنند به شما میگن شما میتونید به فلان جا برسید فلان کار بکنید یک گل قرمز هم دستش میگیره قدم میزنه او یکی دیگه وجود سخنرانی میکنه یکی دیگه تو مجله ایکس ما صحبت میکنه اینا کاری میکنه که شما رو برسونه به اون رویاهایی که دارید تخیلاتی که دارید برسونه به اونجا بعد شما رو ولتون میکنه وقتی ولتون کرد شرکت هرمی سراغتون ای آقای دکتر حرفا زد و بعد اون شرکت هرمی دنباله همون یعنی اون آدم اینهاست اما خودش میذاره به کوچه ریچم بعد میاد به شما پیشنهاد میده و شما میرید خودتون و کلی از فامیلتون بعد بخ میکنید بیچاره میکنید اینا هم درصدشون رو میگرفتن هم مثلا گوسفندا سیاتون زدم یورو میرفت گوسفند میدزدید بعد بین فقرا تقسیم میکرد گفتن این چه کاریست گفت ثواب تقسیم گوشت بین فقرا با گناه دزدی برابر یه وسط کله پاچه و دنبش دلجیگرش مال منه اینا هدفش این بود که مردم گرفتار بشن میگم ما هدف کلی بود که مردم هیچ وقت جون نگیرن دم در نیارن ما هر چی میگیم بگم باشه انتخابات بگم باشه بگیم تظاهرات بگم باشه که بعد هاشمی اومد و تیر خلاص رو زد یه جلسه گذاشت اولین بار هاشمی پیشنهاد بهره بانکی رو داد 15% رو گفت اگه مردم بریم تو اینها و قوانین بانکی خیلی سخت بود ولی خب یواش یواش اومدیم اینا رو شکوندیمشون در زمان احمدزاد به اوج رسوندیم بر بودجه رو شکوندیمش بعد کم کم قرض رسا رو انداختیم بانک های متفرع رو انداختیم بانک اصلی رو بستیم بانک با چیزی دوری کار میکنم بستیم بانک تجارت و بانک ملت رو سال 1372 ذلیل کردیم به دکار به بانک به دنیا کردیم اما قرض رسا رو انداختیم و گفتیم که اولا گفتیم که فی سبیل الله بیاریم بذاریم مثلا پول بذاریم که ما کمک کنیم یه عده با این شیوه شروع کردیم کار مثلا پول اینجا بذارید بهره نگیرید چیزی نگیرید و ما بتونیم به یه عده بدیم مشکلات رو حل کنیم یواش یواش بعد اومدیم بهره رسوندیم دیدیم استقبال خیلی زیاد شد طرف خونه‌اش فروخت تراش فروخت وسایلش فروخت زندگیش فروخت گوسفندش فروخت و ما تهدیدمون قهد آب میشد همه پولا توی بانک ها میذاشتن ظرف 3-4 سال شدن 12 میلیون نفر به خودمون تبریک میگفتیم که 12 میلیون نفر رای دهنده داریم اینها حداقل رای دهنده خواهد بود چون اینا پوتو داره منافع داره تو اینجا مخالف حکومت موافق و بدون رای میدن که بعد یه رسونده میشه 24-5 میلیون نفر تو کشور بله. بعد اومدیم رو بس صنایع کار کردیم دلار چند قیمتیش چند نرخیش کردیم دلار رو که 7 تومن رو نمیدونم 120 تومن و امثال هم بعد اومدیم اونایی که تو سرعت میخواستن کار کنن و فشار میوردن ما دلار 7 تومن بهشون میدادیم بعد وارد میکردن بعد پیگیری هم نمیکردیم یه زمان یه برگ محسوسی دو سال من میدونم برگ محسوسی خرید فروش میلیون میلیون اون زمان خرید فروش میشد
و بعد آمدیم کم کم چی درست کردیم، وزارت تعاون درست کردیم، بعد آمدیم گفتیم هر کس که میخواد تعاونی بزنه باید از خانواده جانبازا و یا این اسرا و یا شهدا قاطیش بکنه که همه جا ما آدم داشته باشیم، بعد بهش امکانات بدیم. اما ما میدونستیم که بهره بانکی ما از دنیا حداقل دو برابر بعضی ها سه برابر بیشتره، اینو اینجا نخواهن رسید، اما سرگرمشون میتونستیم بکنیم که با آمدیم با سیستم بانکی مردم اسیر و عبید خودمون کردیم. هر کسی که میخواست دوم دراره سیستم بانکی بهش میدادیم، کل کیفش دو سه ماه چهار ماه بود، بعد بدهکاری، بعد کم کم قسطا، بعد بهره آنچنانی، و بعد فتفا دادن آقایی که بهره بهره هم بگیرید. بعد علما گفتن چرا ما وارد نشیم، علما هم وارد شدن، ضمن اینکه ما درآمدمون از موقوفا سر جاش بود، از خمینی دستخط گرفته بودن که برای آسان قدس نک همین موقوفات آسان قدس این مالیات نده. خب بعد ما میدونستیم که ما اگه تولید بکنیم هر کدوم که انجام بدیم ما 20% حداقل 40% حداقل 30% حداقل 40% از تولید جلو هستیم، پس ما دستمون باز بود. بعد هزینه ها رو میومدیم از دولت میگرفتیم، درآمد رو به خودمون تقسیم میکردیم، هرچند که ارزه و لیاقت نداشتیم در از این درآمد درست استفاده کنیم، همه رو با آب و آتیش زدیم رفت. خودش همینه میگفت، گفت که آتیش زدیم بیا پول رفت، چون حتی پول خرج کردن بلد نبودیم، اما این کار رو میکردیم. یادش میاد دل انسان درد میاد. میگفت صنایع رو نابود کردیم، بعد آقای بحث کشاورزی دید آقا تو اصلا فارس تون تون گندم تولید میکنم فلان میکنم، گفتیم آقا کارا چیه؟ مثلا یه آسیاب آوردم که من اینو قبلا گفتم ایشونم گفت مثلا وقتی آوردن هاشمی آسیاب رو بعضی تو فارس بذاره و تو سیرجان گذاشت برای آرد کردن گندم. میگفت ما از غذای مردم همیشه میترسیدیم، گفت اگه نون قطع بشه مردم شروع شورش حرکت میکنن. بعد فهمیدیم اگر همه چی رو قطع کنیم مردم بیشتر ما وابسته میشن. اینو دیر فهمیدیم، اما فهمیدیم اما دیگه، اما همیشه هم میترسیدیم، میگفتیم نقطه انفجاری از مردم به یه جایی میرسن، کلکای ما رو میفهمن، پدرسوخت بازی ما رو میفهمن، هرودادگی ما رو میفهمن، شیطنت ما رو میفهمن، دوستی ما رو میفهمن. اما آلودهشون کرده بودیم، مردم رو آلوده کرده بودیم، مردم بی درآمدای بانکای قرض راست رسام اینا رو آمدیم آلودهشون کرده بودیم. تورم مرتب میرفت بالا، مردم مرتب قهقرا میرفتن، صنایع خوابید، بیکاری زیاد شد، کار کاذب رو شروع کردیم. از کوپن فروشی اون زمان بود کار کاذب بود، تا الانش هم که کار کاذب خیلی زیاده، دلالی واسطه‌گری فلان 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 و امثال هم. مسکن هم گرون کردیم، مسکن طرح کرباسی و هاشمی بود که مسکن گرون بشه، مردم مشکل مسکن داشته باشن، درگیر باشن و امثال هم. از این خرافات هم زیاد کردیم و آمدیم یک سری افراد رو تو جامعه گذاشتیم که اینا خرافه پروری کنن، کار انجام بدن. مثلا برفرض یک مثال دوست اینجا بزنم، البته اینو نگفتم، من دارم به شما میگم، این تر حسن صباح بود که اجرا میکرد کشور. اونم این بود که حسن صباح وقتی که آمد و ترکان خاتون زن ملکشاه سلجوقی رو بخواست بیارش حساب پایین از تخت، فرقه حسن صباح شیش امامی بودن، هم فرقه اسماعیلی که از اون موقع باطنی بهش میگفتن، فرقه باطنی بهش میگفتن. بعد حسن صباح اومد پیشنهاد داد به ترکان خاتون که من 100,000 سکه بدینم تو بی باطنی بشو. خلاصه آمد به 300,000 سکه رسید و ترکان خاتون قبول کرد بیاد باطنی بشه به فرق اسماعیلی. بعد دورش بودن که خانم ترکان خاتون تو که اینجوری نبودی، گفت من چه کار دارم، من که باطنی نمیشم، باطنم پولش رو میخوام بگیرم. و حسن صبا گفتم بابا این 300,000 سکه تو ببینی که باطنی نمیشه، گفت من میدونم باطنی نمیشه، اما من هدفم اینه که این جلو سربازاش بیاد بگه من باطنی شدم. جلو سربازاش این 200,000 سرباز داره، اون سربازاش بیان طرف من، فرقه من رو بپذیرن. همین کار هم کرد و حسن صباح اینجا سر ترکان خاتون کلاه گذاشت و سربازاش رو بردن فرقه باطنی شدند. این کار هم اینا کردن به شیوه دیگه. مثلا مثال راتون مثلا ما افسرها رو میوردیم، مثلا میگفتیم سر صف مثلا بیاد سخنرانی کنن، سرباز نشسته اونجا، افسرش، سرهنگش، تیمسارش، البته بیشتر تیمسار کیلویی که ما خود درست میکردیم، صحبت میکنه سرباز رو مثلا کم سواد یا جوان، میگفت حقا داره درست میگه. توی بحث خرافات آمدیم از شیوه استفاده کردیم و خیلی خوب جواب داد. اونم این بود که تو هر شهری تو هر چیزی مثلا چند نفر میوادیم، مثلا میاد پیش فرن مثلا امام جمعه یا پیش نماز یا هر چیزی صحبت میکرد، در دلشون میگفت.
بعد بهش میگفتش که اگه میدید آدمی مثلا با نفوذی تو منطقه ها در دلش مثلا مشکل فلان جا شهرداری فلان جایی که یکی شیوای عباس غفاری معلوم بود که این کارو میکرد، بعد اون آقا اسمینی یادداشت میکرد و کارش هم میپرسید و برو این ذکر رو بگو، این دعا رو بخون، این کارو بکن، این نماز رو بخون، شما کار تر میشه. بعد میداد به آدمای خودش، از تو هر صد تا یکی دو تا میداد به آدم خودش، بعد میگفت مشکل حلش کنید. خوب دقت کنید دوستان، بعد مشکلش رو حل میکرد، بعد میگفت حالا برو، بعد مثلا نماز خوندی، نماز برای این خوندی و کار کردی، برو. بعد میگفت مشکلش حل شد. بعد به همه میگفت و همه رو به جایی که به تعقل واداره به تقلید کردن، تقلید کورکورانه و تو این راه بی سرانجام اینا رو هدایت میکردند. خود غفاری شیوهش همین بود، تو وزارت خارجه برای شیوهش همین بود، یک مشکل داشت، مشکل جواز ساختمان داشت، هرچی داشت اینا رو میگیره، بعد با آدم های خودش میگفت، مثلا میگفت من فلان رو میفرستم تو برو این کار بکن، بعد میگفت فلان ذکر بگو برو، فلان آیه رو بخون برو، انگوش اینجوری کن برو این کار بکن بشو، میرفت و کارش میشد. و اینها آدم بودن که توی فامیل نفوذ داشتن. بعد طرف این کارش درست شد، کار یه سال دو سالش درست شد، بعد چه اتفاق میفتاد؟ میدادن و این مرید پروری و این خرافه رو ترویجش میدادند و مردم بیشتر گرفتار و اسیر میکردن که مردم از حق مسلم خودشون غافل بشن، از پول نفت و گاز و معادن کشور غافل بشند، مردم از حداقل معیشت غافل بشند و فکر کنن بی‌ارزگی خودشونه، بی‌لیاقتی خودشونه، با اینکه توکان بودن. یه ادام که اون بهره باکر میگرفتن و نمیفهمیدن صاحب سازن پایین میرن، تورم چه میکنه باشون. رو خرافه پرستی رو ما توی ایران را انداختیم، دعا نویسی را انداختیم، خیلی کار دیگه کردیم، استخاره کردن راه انداختیم، چای جمع کردن راه انداختیم، درآمد آنچنانی به دستمون میرسید، اما خرجمون هم زیاد بود، برجمون هم زیاد بود، چون اینا عوامل میخواست، اما این کارو میکردیم. بعد کم کم آمدیم گفتیم از تو خودش رو تو خودش قرار بدیم، آمدیم بسیج قرار بدیم، بسیج یه سری امتیازا بهشون دادیم و بعد تو بسیج فهمیدیم اشتباه کردیم. اشتباه بزرگ تو بسیج کردیم بود که فهمیدیم 80-90% بچه‌ای که میان بسیج اینها برای منافع میان، نه برای ما. میگن ما بریم بهره رو ببریم، چند خط سبزی کم بشه فلان بشه، بعد میدیم که این بچه بسیج خوش از خطر بکتر آدم هستن و علاش هم هستن، 7-8% هم که خب اعتقادی هستن و مؤمن هستن و هنوز خامنی و خمینی رو مثلا امام میدونن از این حرفا، اینا خیلی کمن. ولی میگم اکثریت قریب به اتفاق، اینو ما چند سال پیش فهمیدیم که جرن 88 بیور فهمیدیم که آره اینها از اینا آب ما گرم میشه، حتی دشمن ما هم میشن. بعد بچه سپاه که استخدام کردیم، همه ریش می‌داشتن، می‌اومدن برای استخدامی همه چیز می‌کردن. خلاصه دیگه اینجا به جایی بود که دیگه ما دیدیم هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم، خلاصه ما نیرو می‌خوایم. الان عربستان 75-80% نیروی که استخدام می‌کنه، چون برای بچه‌هایی که التسنن هستن، اینا باز مالشون خوبه. خلاصه تبعیض زیاد تو عربستان هم. الان عربستان یکی از مشکلاتی که داره 70-80% نیروی پلیسش شیعه‌ن، چون شیعه واسه مالشون خرابه. مال بندر دمام، مال منطقه شینشین هستن و اینا استخدام شدن اومدن توی ارتش، توی پلیسش. الان امارات اکثر پلیساش برای چی ما هستن؟ برای چی ایرانی هستن؟ فکر خود اماراتی که نمیره بره پلیس بشه و بخواد نگهبانی بده کارا رو بکنه. بعد اومدیم گفتیم نفاق بهشون بندازیم، اما دیگه سیستم ما کند شده بود، بین ما اختلاف زیاد شد، دزدی ها زیاد شد، فساد به حد اعلا رسید در دوران احمد نژاد و بعد از اون دوران روحانی. ما هر کسی بی فکر بودیم بارون ببندیم و بریم و بازی زیادی هم خوردیم، پولای زیادی هم دست دادیم. آمریکا با ما بازی کرد، اوباما با ما بازی کرد، ما کلی پول آسان غاز و موفاد یه بردیم آمریکا، اونجا همه بلاک شد و و و الی آخری که آنها رو در کلیپ بعدی اگر ببینم چیزی داره شعنی داره خواهم گفت. اما یه چیزی همین آخر کاری بگم که این اتفاق اخیرا در استانبول افتاده. دوستان میدونن که اینا یه پول دلار هر بانکی بذارن، برای مسئولین مملکتی ما بذارن تو هر بانکی، این دلار بعد از چند روز بلاک خواهد شد، یعنی بلافاصله این پول از کجا اومده. در تمام دنیا هم شده، چون هیچ کس پسر خواهد دختر خواهد خامنه ای و خامنه ای نیستش، منافع شده. میگن دوست که از دوست داره شما دوسته. در استانبول حدود حالا تاریخ نمیگم دقیقا که یک مقدار مبلغ زیادی یورو و دلار میارن اینجا، حالا چجوری به چه مشقتی میارن کار نداریم، نقد میارن. بعد که نقد میارن اینجا، بعد میخوان این را تبدیل به لیره بکنن،
کسایی که پولا رو میبینن میگن پولا قلابیه، 20 روز 25 روز بازیشون میدن که پول قلابی، مبلغ زیادی میوردن. خلاصه میان 40% قبول میکنن کم کنند از این پولی یورو و دلار، دستگاه بیارن لیر بیرا بدن. چه کاری در ترکیه آدم بکشی راحت تا پولشویی کردن، آدم بکشی راحت تا پولشویی کردن، چون سیستم بانکی اینجا دقیقا سیستم بانکی آلمانه. خلاصه اینا چیز میکنن، اونا همش میترسن که لو بره جاشون فلان کنن و بیسار کنن اینها. بعد اینا دیگه قرار میذارن و پولو میارن و دستگاه میره تمام یورو و دلار میره چنج میکنه، با دستگاه میره همش درست هست و معادل اون با 40% کمتر بهشون لیره میدن و اینا خوشحال خلاصه کار کردن. و بعد میان اونا میرن، اینا میان بعد چند یواشوش میخوان لیره رو تو بانک ها بذارن که حساب لیر داشته باشن بتونن برداشت کنند. بعد میبینن که لیره همش قلابی بوده، اون مدت هم این زمان خریدش پول چاپ میکردن. بله، باد آورده را باد میبرد. خب تا کلیپ بعدی، من همینجا هم آخر کار راجع به قضیه بعد تو کلیپ بعدی یا کلیپ فرد پس حالا راجع به بحث درگیری سپاه با داعش هم خواهم گفت که بخندیدی خود ایام بکنم. روزگارتون خوش.